خونی سیاهوشم، هم خونی سیاهوشم، از خونی سیاهوشم، هم خونی سیاهوشم، از جام سفیدانم، هر جام نمی پوشم، از جام سفیدانم، هر جام نمی پوشم، هم ساری عوستاریم، هم آتش زردوشم، هم سالی عوستاریم، هم آتش زردوشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، اسماعیل سامانی، دیواری بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود، ما هم کوی خارایم، دیواری بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیواری بخارایم، دیواری بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیواری بخارایم، ما هم کوی خارایم. نشه شهرگری را از کهن، ما برای دیگران بگذاشتیم. مهربانیان گرامی، برنامه های سیاوش اوستا به زبان های پارسی و فرانسوی و تازی در آرشیو یوتیوب ببینید. youtube.com/ نباشد همی نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. دراز است دست فلک بر بدی، همه نیکویی کن اگر بخردی. چون نیکی کنی نیکی آید برت، بدی را بدی باشد اندر خورت. مکن بد که بینی به فرجام بد، ز بد گرددن در جهان نام بد. به نیکی بباید تن آراستن، که نیکی نشاید ز کس خواستن. وگر بد کنی جز بدی ندروی. روز مرگم، روز مرگم، همه را مست کنید از می ناب. باده نوشید فراوان همگی مست و خراب. بهر آمرزش من، بهر آمرزش من میکده خیرات کنید. بهر آرامش من غسل دهیدم به شراب. شب ختمم، شب ختمم، نه کسان جامعه خود را بدرند، نه نماز و روزه قضاز ملا بخرند. واعظ و قاری و مداح ورودش ممنوع، مرد شور همه مرد خوران را. جمله سیمین بدنان رقص کنان ناز کنند، حیف زیباییشان است لچک باز کنند. همه اموال مرا میکده ای باز کنند، انقدر مست نمایند که در باز کنند. باورم نیست به رکعت که سراسر عدد است. سر خود را، سر خود را و خدا جنس کلاه از نمد است. پارسی نزد خداوند نمازم خوانی، که خداوند جهان
جمله زبانها بلد است. این بهشتی که بگویند مرا مفت گران، این بهشتی که بگویند مرا مفت گران، که ز موسیقی و از می خبری نیست. شاهکارا تو به میخانه بمان، شاهکارا تو به میخانه بمان، زن که بهشت هم کشیده است به گند از قبل آقایان. نیاکان ما چه گفتن؟ گفتن در سوک یاران شاد باشید، در سوک یاران شاد باشید. موزیک بنوازید روانش شاد باشد و خوش و خرم. مهربان یاران درود بر شما، آرزو دارم هر کجا هستید شاد خوش پیروز باشید در پناه اهورامزدا. ببینید یکی از نو پردازی هایی که تا این 40 سال حالا 50 سال تلاش سیاوش اوستا امسال هست، پیش از این عرض کردم در 64 سالگی، چون از 14 سالگی من تلاش رو شروع کردم نوشتن رو، الان 50 سالی که در خدمت شما مردم نازنین هستم. با مهر خداوند بزرگ اهورامزدا، خداوند دانایی و توانایی، ما همواره تلاش کردیم تا نو پرداز باشیم برای شما، حرف نو، سخن نو، اندیشه نو، برای رهایی، برای آگاهی، برای فرهمندی و برای بهشت سازی این جهان را آوردیم. یکی از مواردی که از 40 سال پیش در رادیو آوای ایران مطرح می کردیم و مرتب پشتش می ذاشتیم این بود که هنگام مرگ به سنت کهن آریایی چون روان آزاد میشه، روان آزاد میشه، بایستی شادمانی کنیم، نه که شادمانی مثل این که با عروسی میکنیم، اما روان چون میهمان ماست هنوز خرسند میشه که روان پاکدار و جاودان که با موسیقی، با شراب، شراب اندکی حیات بخش است. بو علی سینا، پور سینا گفته است و پیش از اون 7000 سال پیش ایرانی شراب می ساخته، دارویی بوده. این شربت های کوچیکی هم که می خورید، شربت وقت دادم مرزوش برای گلوش، برای این همون شرابه، ولی کنسانتراسیونش خیلی فرق می کنه با اون. اندک بخور، کم بخور، تندرست می مانی. حالا یکی از کارهایی که ما مطرح کردیم همین بود که موزیک و ترانه خانی در سوک یاران، به جای این روزه خانی و مرثیه خانی و عزاداری تازی. خوشبختانه این کار گرفت، این کار گرفت به گونه ای که شما ببینید خود این نظام پلید سادات تازی حاکم بر ایران که زجر و شکنجه و عذاب و قتل و خون و کشتار و گریه و سیاهی رو برای ما آوردن، اینا خودشون اصلا روزای نخست جنگ هم گفتن که شربت شهادت خورده، هجله میبستن براشون، الان هم هجله میبندن، الان هم هجله میبندن. درست شد؟ از اون طرف 30 خرداد روز شهدا بود، یعنی اون رژیم، حالا از اپوزیسیونش میخوام بهتون بگم، اپوزیسیون هم 30 خرداد ماه رو به عنوان روز شهدای خودشون مراسم برگزار میکردند. اما همچنان که موارد بسیاری چون همردیفی زن با مرد، چون خردگرا و لایک بودن و جدایی دین از سیاست و موارد دیگه بسیاری رو، همبستگی برای آزادی که ما مطرح کردیم، شورای ملی مقاومت هم اینا رو گرفت رو در هنگامی که خود آقای مسعود رجوی زنده بود و اینها رو اون موقع که شما همه تونم هوادار بودید، هر روز این اتفاقات بعدی نیفتاده بود چه کرد. از جمله همین رو باز اینها هم گرفتن 30 خردادی که اینا هر سال
مراسم برگزار میکنن، حالا که دو سال تو فرانسه نشده ولی در جایگاه دیگه پایگاه خودشون مراسم برگزار میکنن. اونها هم این روز رو روز جشن و شادی که دیدید دیگه در ماه جون هر سال که برگزار میکنن، موسیقی و کنسرت و سخنرانی اینا. یعنی موافق و مخالف ایرانی ها این رو پذیرفتن. من خودم نیز وقتی که مادرم از جهان رفت چند سال قبلش تبلیغشو میکردیم، زنده کرده بودیم فرهنگ کهن رو، آیین کهن رو. وقتی مادرم از جهان رفت 35 سال پیش، من بر روی کشتی رود سن یاران رو حدود 30-40 نفر رو فرا خواندم، دعوت کردم، همه شخصیت ها مثل دکتر کوروش آریاملش، دکتر مصباح زاده، دکتر میرشایی علاست، یک عده از دوستانه فرا خواندم، دعوت کردم اونجا بر روی کشتی روی رود سن و گروه عشاق آذربایجان. گروه عشاق آذربایجان، اون موقع آذربایجان اتحاد جماهیر شوروی، یعنی همین الان آذربایجان که تو ایران نیست، اون آذربایجان، از اینها هم دعوت کردم آمدند. و آتورپاتی ها، آذربایجان آتورپات، موزیک، شراب، کشتی، همونی که مادرم میخواست که روانش رو با خرمی و شادی بدرود گفتیم و این مد شد، این مد شد. و همون موقع آقای هادی خرسندی، طنز پرداز برجسته میهن ما، یه نمایشنامه به طنز نوشت که به اصطلاح، خب طنز همیشه برای تمسخره و من، ولی من خودم همواره دوست داشتم. وقتی که دوست داریم طنز دیگران رو بگیم، طنز ما رو هم که کسی بگه خرسندیم، پاداش هم میدیم. من وقتی رفتم لندن و از هادی گفت، فکر کرده بود از این ناراحتم، گفتم نه خرسندم و یک جایزه هم بهش دادم به خاطر نمایشنامه که نوشته بود، در اسخر آقا چاپ شده بود. و بعد همین نمایشنامه رو در پاریس که نخستین شوش برگزار میشد، دومین البته که هر دوتا رو من براش گذاشته بودم، و در این پاریس که این شب شعر هادی خرسندی بود، اینو وان منشو بود اجرا میکرد، به درخواست و دعوت من و مهمان من هم بود، در پی درخواست مردم ایشون این نمایشنامه رو هم خودش خوند. و این اندیشه با کاری که هادی کرد، نمایشنامه‌ای که نوشت در اونجا پخش شد، ضبط شد، اون نوار در سطح جهان پخش شد، تلویزیون بسیاری ویدئوش رو پخش کردن و اینها، این جهانی شد، خبر به گوش همه رسید. یعنی یه چیزی رو ما از توی تاریخ درآوردیم، 6000 سال بود در موردش کسی حرف نمی‌زد، خصوصا که 1400 سال بود تازیه حاکم بودن، همش عذاب و رنج و گریه و قرآن بخون و وای تو سر ما بزن، کاگل بریز رو سرش، باباش مرده، مادرش مرده، اینا یهو تحول بزرگی در جهان راه افتاد. این کار بسیار زیبای هادی خرسندی رو ببینید. امروز در اینجا دوستانی هستن که حضورشون باعث قوت قلب منه و به همون نسبت هم اعتماد به نفس منو کم میکنه حضورشون در اینجا. آقای عباسی رو ازشون سپاسگزارم و این انجمنشون رو که منو دعوت کردن با نیک خیر شدن برای من که بیام در خدمتتون. من این جنجالاشون رو واسه آقای عباسی در من ایجاد یک نوع اعتماد نسبت به ایشون میکنه و همینجوری احساس میکنم یه آدمی باید که خیلی به هر حال اعتماد به نفس داشته باشه که اینقدر تو رادیو و توی فوتشه و توی مغازه و توی مجالس آدم ماجراجو شلوغ باشه. در نتیجه میگم دعوتیشون من رو خیلی خوشحال کرد که بیام به اینجا در خدمتتون و یه مقدار از این سرودامو از این کتاب براتون بخونم. بعد یک قطعه هستش بعضی دوستان خواستم هم بخونم، ولی مربوط به یک کشتی است و یک مراسمی در روی آن. من مناسبت این رو براتون اینجا میتونم تا قضیه این است که یکی از دوستان عزیز ما در پاریس، مادرشون در مشهد به رحمت
ایزدی می‌پیونده، آقای دکتر حسن عباسی و مدیر مسجد شهر فرنگ دارد روی آقا ایران در این شهر و نویسنده کتاب قرآن سوری به سبک فارسی و از میکرا تا محمد و ایشون و مادر بزرگی همین بچه و بعد سنت شکنی کردن و نوشتن که مادری که پس از درگذشت پدر عزیزترین نزدیکترین فرد به وی بود در نشریه هما نوشتن مادری که سالیان دراز دیدار فرزندانش محروم بوده و در تخت بیمارستان در مشهد زندگی را بچه گریه میکنه آخه به برشو کشتی و فرزندان او در پاریس که 4 فرزند فرومنده ایشون در پاریس هستن با باور به اینکه من پرواز روح و روان و حیات دیگر برای انسان هست سنت چکنی بزرگی در تاریخ سوگواری و عزاداری مرسوم به ایرانی ها نموده و مراسم یادبود مادر را در سالانی مجدد که بیشه جشنهای ازدواج و تولد و کنسرت هست برگزار نموده و با پخش آهنگهای ایرانی هنرمندان که به یاد مادر خوانده بودند برنامه یادبود را آغاز نمودند. در پایان یک سخنرانی ملی و میهندوست یک سخنران ملی میهندوست از تاریخ پرافتخار ایران و تاثیر افکار و اندیشه ها و ادیان ایرانی در اسلام سخن گفت. مراسم چهلمین مادر برای رود سن و در یک کشتی باشکوه با حضور کمی از دوستان هنرمندان برگزار شد. از تصادف کار هنرمندان عزیزی که از آذربایجان اتحاد جماهیر شوروی سابق برای انجام کنسرتی به پاریس آمده بودند در این مراسم شرکت نموده و با موزیک و آوازهای حماسی و پرشور آذری یاد جاودان روح و روانهای انسان را گرامی داشتند. این سنت شکنی بزرگ که در سوک عزیزی با آهنگ و پایکوبی و با او بدرود بگویان مورد توجه همه حاضرین و دیگرانی که خبر آن را شنیدن واقع شد. امید است که این شیوه فراگیر گشته و ایرانی جز به شادی نپوشد و حتی در هنگام های سخت زندگی با بزم آهنگ روح با بزم آهنگ روح و روان حاضران را دیگرگونی موده و روان رفتگانشان را نیز شاد سفر. این که در منجله هما نشریه هما که منتشر میشه از در پاریس درآمد من بر اساس این یک طنز نوشتیم ضمن بزرگ داشته واقعا آن گرامی مادر این رو هم بزرگ میدارم من که در مقابل این نوشته صاحب دل و صاحب عزا نه تنها کمترین گلایه‌ای نکرد بلکه با همون حالتی که اون مراسم رو در کشتی برگزار کرده بود در سوک مادرش با همون روحیه هم با این مقاله برخورد کرد و گفت به من که ما آزادی رو باید پاس بذاریم و قلم آزاده و تو هم هرچی دلت خواسته نوشتی. من اتکاش براتون میخونم درباره همین مراسمی توی کشتی اینجا برگزار شد. اینک گزارش خبرنگار اعزامی ما. همدان عزیز، من از عرشه کشتی تفریحی شاید هم جنگی که برای رود سن در غرب پاریس در سوگ مادری که سالیان دراز از دیدار فرزندانش محروم بوده و در بیمارستان در مشهد تخت گیر آورده بوده و زندگی رو میان تخت به درود گفته با شما سخن میگویم. اکنون دستی موزیک مشغول نواختن مارش ایار مبارک بادا میباشد و خواننده‌ای که صدایش آواز مرحوم همدانیان را به خاطرها میآورد خطاب به دوست مادر مرده ما چنین میخواند: امشب چه شبی است؟ شب وفات است امشب، مرحوم ننه پیش بابات است امشب، بادا مبارک بادا پیش بابات بادا کرمانده نزیز. اکنون در پاسخ این خواننده دوست سنتشیدن مادر مرده ما بشکن زنان چنین جواب میدهد: این ننه من هست که میرود سربالا رو با آهنگ بخونیم واسه این ننه من هست که میرود سربالا واسه سالگردش رزت کنیم از حالا با دواد مبارک با دیشه رو بکن در این بسیار از برنامه هانمان به نزیز آزرباجانی که از تصادف کار و به هم پاشیدن اتحاد جهانی شوروی عرشه کشتی پیدایشون شده به نواختن موزیک معروف بریباخ و پرداخته و خواننده که صدایش آمریکایی در آواز رشید بهبودی و مصطفی پویانست میخواهد و دست کار آزرباجانی به او پاسخ میدهد: مرده ننه آقا حسن، آی بریباخ بریباخ
داری یعنی محکم بزن آقای بری باخ بری باخ بری باخ آقای بری باخ بری باخ بری باخ بری باخ عزیز که برای دیدار معیم که آقای پاریس آمده در حالی که دستی موزیک آقایی داشت خودم رو می‌نوازد بی اخشان رو بسیار جاودانه خود به قدر زیبا می‌خواند که دوست ما در مرده و نوپرداز ما به رقص می‌پردازه گوش کنید وقتی میگن به هر کس نهش مرده از این پس آدم چرا میخنده داشت خودم داشت منش وقتی میمیده آدم رقصش میگیره میپره چون پرنده باشه دیمیتان دارم در حالا من بدان عزیز دیگه نیستان جاز ایران در شد در مرسان باشه کو تو آقای چرا نمیرقصی توش تو میکروفون بیرم قدر بارای حسن آقا رو بناتم این ننه مرده تنها رو بناتم تو که مرده ننه هر قفل جنبان تنه هر تو که رفعه همی تو این چرا نمیرم تو که رادیو رو بری خواست که ویدیو رو بری بزنان به گرمی این دوی قوانی تو چرا نمیرم شنگیدن عزیز، عمرتان مبارز شجاع، در این قطعه افتر را ببینید که جور آن احمده آزربایجانی آباد پرچون محسن و موسندی سکین داره به زیر اشرا میکنه اگه ننش میمیدی، سکین داره به زیر اشرا میکنه نباس از آن بگیری، سکین داره به زیر اشرا میکنه باید که پشتک میزنی، داره دنبک میزنی سکین داره به زیر اشرا میکنه، شنگید عزیز باوری میکنه اما بانی درکش بزرگتر خاننده ایران سر که از کوه بلند جام طلا سر میزنه تمام خوشحالی من مرگ ننی آقا اصلا بیا بریم جون یکی جا روان بیا بریم جون یکی که سوار رو کشتی بشیم واسه تکون جنازه همه اورا بکشیم نه یعنی چی یاد دیگه این اگه از میشه دیگه هرشه همه شاد نار بکشیم بسر و با دیگه دیگه نگزه است که میخواهد دیگه خونچه میبریم یاده بکنیم خنده رو هم میره به هیچه شاد نار بعد برو نگل میتی کنه دست دست دونه بیرون شاد نار مارده آقا دیگه اما که عروسی نیست برد از آس دیگه یعنی که چی مادر مارده شعر شعر هست یه چیزی بخونی تاثیر افکار اندیشه ها و ادیان دینی در اسلام هم توش باش میگه آقا من آرمنی هستم مثلا مادر مرده پس چرا رفتی جز مجاهدین میگه من رفتم جز مجاهدین مجاهدین اومدن جز ما تازه مسئول میخواست ارمانی بشه نقص و حضر شبولش نمیخواست جمعه نکنه که مردان عجب در اینجا قرار سکه مسئول تشکر جنازه پایین برسه باید اطلاعاتون برسنون که کشتی با شکوه ما با همه هنرمندان ترک و آذری و ترک و فارس آذری و رامسری در حال قرب شدن در روز سن باشه چه نمیده هست در این لحظه کشتی من گفتی کسی که از حول حلی توی دیگ میفتد و از سنگینی مراتب نوآوری و سنشکنی و شادخواری خوشباشی دارد در اعماق آبهای سن فرو میرود الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله فاتحه متشکرم برادر مسعود سپند چه کام سرای دلیر در مورد مرگ پدرش که یک شعرم برای پدرم گفتم مسعود سپند یعنی نخستین کسی که بعد از خود من در سطح جهان این کار رو کرد این چه کام سرای دلیر مسعود سپند بود و بعد اندکی پس از این قضیه سرکار خانم سودابه غفاریان هنرمندی که در بسیاری از جشن‌های ملی میهنی که ما در پاریس برگزار کردیم ایشون سرپرستی رقص به عهده داشت ایشون هم وقتی که پدرش از دست داد از استاد بزرگ یه استاد بزرگ سنتور داریم آقای اخباری در پاریس ایشون تشریف دارن استاد اخباری رو دعوت کرد و در محلی و شرابی و موزیک استاد اخباری و بدرود گفتیم با پدر سودابه او همون بازم 30 سال پیش این کار پشتش هم گذاشتیم الان خیلی از شماها که در سوک یاران عزیزان موزیک گذاشتید و میذارید اینو نمیدونستید که ریشش رو چگونه سیاوش اوستا لانسه کرد مثل موارد دیگه در سطح جهانی اینایی که امروز میخوام بهتون بگم نظر دارم که بعد دیگه حتی اساتید بزرگی مثل استاد شجریان سیاوش شجریان سالار عقیلی افتخاری این خواننده های بزرگ نیست
در سوک عزیزان رفتن سر مزار یاران نی زدن، سنتور زدن و این عزیزان خوندن، خواند آقای شجریان موارد بسیار، یعنی یک کاری شد جهان ایرانی رو گرفت. در خارج از کشور همینطور، در خارج از کشور که آخوند میاره، که قرآن خون میآورده میاره، این تموم شد رفت توی تاریخ. اینی که رفت توی تاریخ یک نبرد و مبارزه بزرگ و درستی بود علیه تفکر خشک و خشن و مرگاور و نوحه‌خوانی و قرآن‌خوانی سادات تازی حاکم بر سرزمین ما از 1400 سال پیش. آقا هر چیزی که تو میاری، این تازی وقتی میبینه حاکم بر ایران که داره عقب میشینه، یه مدتی سن بعد یهو میاد موضع میگیره. بعد شما هم که شما که میگم یاد تو نره، توده های مردم رو نمیگم، اونایی که آقا این کلیک دستشونه، این قلم دستشونه، این بلنگو میکروفون تریبون دستشونه، من وقتی میگم مردم به اینها میگم، چون خیلی زیادم، مردم توده سرزمین هم نمیگم، مردم نازنین هم نمیگم، سرشوران و آریای ایرانی رو، این الدنگ هایی رو بگم که کلیک دستشونه، میکروفون دستشونه، تریبون دستشونه، قلم دستشونه، آقا الان شروع کردن به مزخرف نویسی که واسه سر شما بند کنن. در کنارش جدا از این انتصاباتی که در راست که بعد سرکوب بزرگ میاد خواهید دید و اینا دارن سرتون رو بند میکنن، این مزدورایی که با اینا کار میکنن و نوکر استعمار هستند، نویسنده است، گوینده است، راننده است، خواننده است، اینا یک کلمه نمیگن. اینه که من میخوام به شما بگم، اینو ببینید، این سند در گورستان های ایران زده، این مال تهرونه. آقای حناچی شهردار، تو که پوز اصلاح طلبی میدی، تو که پوز مدرنیته میدی، تو که پوز فلان میدی، آقای محسن هاشمی تو که اونجا نشستی فلان، بقیه‌تون توی انجمن شهر تهرون نشستین، این چیه؟ این اعلامیه ممنوع کردید ورود آلات موسیقی رو به گورستان. 43 سال ورود موسیقی رو، آلاتش رو به رادیو تلویزیونش ممنوع کردن، ولی نشون نمیدادن، مردم عزاداری به نشون نمیدادن، ولی چه بهره هایی میبرن از موزیک وقتی که دلشون بخواد. حالا به قبرستان ممنوع میکنن ورود آلات موسیقی رو بر اساس سنت تشیع. ارا احمد سنت تشیع تو ببره توی عربستان سعودی، ایرانی را هیچ رابطه نیست با تازیان و با فرهنگ و تمدن خشن و قهرامیز و عزادارشون. تازه ایران بهتون بگم یه فرقه ها، یه گروه های عرب بودن، یه قبایل عربی بودن، چون اونجا هم انواع داشته که اونا هم نوه خونی نمی کردن، آوازخانی می کردن. و خود شما چطور وقتی بچه های ما رو پرپر می کنید، می کشید، هجله می بندین و جشن و شادی و شربت و شیرینی و تبریک و این مزخرفات، بعد عنصر ایرانی وقتی که عزیزش از دست میده، تصمیم میگیره با موسیقی بهش بدرود بگه، شما ممنون کنید؟ مردم زرنگ باشین، نذارید سرتون سوار شن، مثل آخونده که هفته پیش بحث کردم گفت ما 40 سال سواریم، نذارید سوار باشن بیان اینا رو هی ممنوع کن، بزنید اینا رو، تابلو رو بشکنید، شهردار رو بدید بهش اعتراض کنید، این حناچی چقدر پوز مدرنیته میده ارواح عمش، این چیه زدی تو گورستان های دیگه؟ مبارزه کنید با اینها، اینها رو با آسان ما با دست نیاوردیم ملت ایران. 30 سال مردم با ساز و آواز میرن به گورستان و حالا اینا میان جلو شجری بگیرن. بعدم از اون طرف من اونی که بهتون همیشه گفتم داره ثابت میشه، تمام این کلیک میلیکا دست خود ایناست، تمام این آیدیای مخفی یا با اسمای دیگه، عمه ننه خاله یا با اسم هنرمندا، اینا اومدن 10 تا 20 تا چیزی وا کردن به اسامی مختلف، الان معلوم میشه مال خودشونه. چرا؟ چون آقا اومدن یک سری اراذل و اوباش رو، یک سری دیگه اراذل و اوباش لگد کوبیدن تو کله اینا، اینا انداختن تو مستراح، سیفون رم کشیدن، یعنی جناح اصلاح طلب نظام جمهوری اسلامی رو، نظام اصلاح طلب جمهوری اسلامی رو،
شما از رئیس مجلس، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، وزیر، وکیل مجلس، هر کی رو میخوای اینا رو انداختن تو سطل زباله‌دان تاریخ خودشون، یه سیفون هم روشون کشیدن دیگه، لاریجانی و یه احمدی نژاد خلدنگ و اون همه‌شون رو، اون یارو متحری دیوانه و اسحاق جهانگیری و خود روحانی هم تا فردا خدمتش میرسن و همه اینا رو خود رژیم او جنای دیگرش اومده ریختی تو مسترا، یه سیفون کشید. حالا شما وظیفه چیه؟ وظیفه یک انسان آگاه چیه؟ نمیدونید، میخوام بهتون بگم گوش کنید، حتی اپوزیسیون ها گوش کنید، گوش کنید این رم که سیاوش اوستا بهتون میگه. الان که اونا اومدن نیم تنه نظامشون رو، نیم تنه نظام رو اومدن خودشون ریختن تو سطل آشغال، بدتر تو توالت یه سیفونم روش کشیدن، نابود نابود، زر هم بزنن اینا یکی یکی میکشن. تو باید چیکار کنی ایرانی؟ تو باید چیکار کنی؟ تو باید بیای مزخرفات لاریجانی رو پخش کنی. آقا ایشون رفته کوه دیگه، رد شده حالا رفته کوه. آقا عارف، عارف مرتک عارف گفت که این نظام والا والا. آقا اون یکی دیگه احمدی نژاد سر تو پیتایی که میزنه یعنی روانیه، اول که میخواد حرف بزنه یک دعای مخونه که فلان بهتون قبلا گفتم، و بعدم که آقا رئیس جمهور برزیل هم این مسخره کرد به دینار دیدین. حالا این دیوانه روانی میگه بعد میگم آقا زدن رفیقاش انداختن زندان به خاطر که گفته مکتب ایرانی در برابر مکتب تازی اول جلو و پیشه. این هنوز که هنوز امیدوار بود از روز اول ما گفتم که اینو میندازن کنار، بعد از منم که اومد عادل گفت که حتی دادل کیه؟ یارو شیره یکیه. پنج نفر ایران رو میگردونن، پنج نفر. خود علی خامنه‌ای هم الان مریضه، مثل آدم های چیز روزی نیم ساعت پا میشه چیزه میذارن دستش، دیدین دستش میده میکنه مجتبا میده دستش چیتران رو ببینجده از روش میکنه، این فیکه، این رباته اسمش علی خامنه‌ای میگرد، او مجتبا داره میگردونه. از اون طرف مادر زنش همین چاقلوه زن حداد عادل، او داره مملکتی میگردونه. از اون طرف حداد عادل این شیرهی داره میگردونه. از اون طرف فرید درو، فرید حالت خوبه؟ فرید حداد عادل برادر زن آقا مشتبه، تمام سانسور که شما میشه تو داخل ایران دست این فریده. این فرید تمام رسانه ها، اینترنت، مینترنت، همه اونه که میگن او یارو جر میخوره که اینا، نه نه نه، او فرمان بیت رو اطاعت میکنن اینا، و فرمان بیت در رابطه با سانسور آدما و مدیا دست فرید حداد عادلی. یعنی برای مملکت شما یه خانواده پنج نفره داره تصمیم گیره، شما اونجا نشسته هپلو هپو دیگه حالت موسیقی هم نبر اونجا و دیگه هم آخ آقا این آماده، عارف چی گفت، جهانگیری چی گفت، روحانی چی گفت، گفتن آقا انتخابات فلانه، اوی محسن چی گفت انتخاب، بزنین تو گوششون. نیم تنه نظامشون رو خودشون زدن داغون کردن. وظیفه ای تو الان میدونی چیه؟ فقط اینه که این نیم تنه دیگر رو بزنی داغون کنی. تو باید الان نیم تنه دیگر رو تو داغون کنی. خیلی هم این نیمتنه دوم ضعیفتر از اون نیمتنه که اونا خودشون زدن. این جناح اصلاح طلب خیلی قوی بود در سطح جهان، ولی الان مشتبه چون ساخت با جهان داره جلو میره، متوجه میشید؟ شما اگر نیستید در برابرش به اسم بهانه جوانگرایی و این حرفا، اینا قراردادشون با خارج که بستن، اینا میان دخل شما رو میارن. همین آدم های ابلهی که من پیش از این برای شما حداد عادل رو پخش کردم که شعر حافظ رو بلد نبود یه خطش رو بخونه، یک خط لااقل میتونست از قبل بنویسه تو دستش باشه بخونه، اینقدر شعورش نرسیده بود که بنویسه تو دستش باشه بخونه. جلو دوربین آبرو حافظ و خبر هم برد و نتونست بخونه. این که حداد عادل او رئیس فرهنگستان او مملکتی داره میگرده با بچهش فرید. حالا
یه چیزی رو همه منتشر کردن، این خیلی دیگه همتون دیدید، با همه جا پخش شد، ولی من چند هفته یه بار برنامه‌ام هست، همین لازمه که من به شما نشون بدم اینجا. آقا میاد فرق 100 و 150 و درصد اصلا نمیدونه یارو، ریاضیات صفر، شعور صفر. گوش کنی چی میگه. اول انقلاب از هر 100 تا نوزادی که به دنیا میومد حدود 150 تاش در سال اول تولد میمرد. اول انقلاب از هر 100 تا نوزادی که به دنیا میومد حدود 150 تاش در سال اول تولد میمرد. هفته پیش با آقایتون رسوندم که قهرمان جهان المپیک 2017 زیبایی اندام، دوست نازنین، برادر گرامی، مجید امانی مدال طلای خودشو با استاد گلپایگانی پیشکش کرد. درود دارم با استاد گلپایگانی عزیزم. حالا محبت کرده یه پیام برای من فرستاده، ولی که تو تاریخ بمونه که پهلوانی در ایران نبرده. جوان مردی زنده است، اگر تازیان حاکمند در ایران، قهرمانان ما سر جاشون هستن. نخبه کشی میکنین، قهرمان کشی میکنین، سر قبل میگین موزیک نیارین آلات، میزنن تو دهنتون با اون آلات موسیقی ملت ایران، حنا چی و دیگرانتون، حوزه‌های علمیتون رو خراب میکنن، حوزه‌های علمیتون رو میرن توالت میکنن ملت ایران. حوزه‌های علمیه که انگلیس و عربستان و سعودی الان داره تقویتش میکنه که از اون 1400 سال پیش جهالت عرب وردی تو مهد تمدن برای ما کاشتید. میگه آقا علما و فقها و قوم و فلان هم گفتن این انتخابات فلان، احمق، اینا برام بریزین دور، نصف نظام خودشون زن، نصف نظام شما بزنین تمومشون کنید. مجید امانی عزیزم، بسیار سپاسگزارم از پایین مهربانانت عزیزم. میشنویم. آقای اوستای عزیز سلام، سلامت باشید، قربون شما. وظیفه من بود که پیام بدم، اونتا دسترسی به شما نداشتم. تشکر کنم از اینکه قابل دونستید. البته خب هر کسی کنار استاد گلپا قرار بگیره دیده میشه، این سعادت نصیب منم شد. زنده باشید. به خدا من از نظر خودم اصلا کار بزرگی نکردم، کوچکترین کاری که میشه در حق چنین اسطوره‌ای کرد. ما سالها با صدای استاد گلپایگانی صفا کردیم، کیف کردیم، واقعا در حقش جفا شده. من به عنوان ورزشکار اون مدال رو براش زحمت کشیدم، اما خود استادم گفتم در برابر زحمت که ایشون تو راه موسیقی کشیده، در برابر اون به اصطلاح سختی ها و به اصطلاح صبری که جلوی این همه بی‌معرفتی و بی‌انصافی تحمل کرده، هیچ چیزی نیست این مدال. لیاقت استاد گلپا خیلی بیشتر از این حرف هاست. من خودم شخصا اعتقاد دارم که کار زیادی نکردم. این لطف شما بزرگانه که ارزش گذاری میکنید رو این کار ما. ممنونم از همه شما. من هیچی نیستم. به عبارت به سلام صفت پهلوان برای من فکر میکنم خیلی بزرگ باشه. ما هرچی که داریم از شما بزرگانه، از شما یاد میگیریم و به اصطلاح درس پس میدیم. ممنونم از پیام پرمهرتون. خواستم که تشکری کرده باشم. ایشالله عمری باشه که حتما بعد از این دوباره کاری از دستمون بر بیاد، ما حاضریم که همه کار بکنیم برای اسطوره هامون. اسطوره ای مثل اکبر گلپایگانی نبوده، نخواهد آمد بعد از این. همه اینو میدونن و این کمترین کاری بود که میشد در حق همچین اسطوره کرد. درود بر شما، خداحافظ. حالا مملکت که برای اینا هیچ چیش ارزش نداره، هیچ چیش ارزش نداره. این برقی که اینقدر جنگ و نبرد میشد داره از بین میره. این برق خود مسئول صنعت برقشون در ایران، خود الدنگ آمده گفته که آقا یک بیتکوین که میخوان بسازن، یک دونه برق یک سال یک خانه رو مصرف میکنه. چرا ول کردن اینجور؟ چرا الان دارین مرتب خاموشی دارین توی ایران؟ برقا خاموش میشه یا داره عمل جراحی انجام میده توی بیمارستان؟ یک موتور برق نخریدن اونجا بذارن قطع میشه. کارهای دیگه برقا قطع میشه، تا سیزی بدتر میشه.
مردم بیت کوین نخرین. بارها گفتم بازم میگم تاکید میکنم که بیت کوین همون شرکت های موازی قبلی که جیبتون رو خالی کرد، بیت کوین همون صندوق های قرض الحسنه که جیبتون رو خالی کرد، پس اندازتون از بین برد. بیت کوین صندوق قرض الحسنه، شرکت های موازی، بورس، با بورس جیباتون رو خالی کرد. خودشون هم بعد گفتن، اسحاق جهانگیری روحانی گفت ما با پول مردم مملکت گردوندیم، اون دلارایی که میلیارد میلیارد حسین اوباما به اینا داده بود بین خودشون تقسیم کردن، گذاشتن تو بانک خارج میلیارد میلیارد رو، بعد از پول شما گرفتن بورس ورشکستتون کردن، بدبختتون کردن. که الانم بیت کوینه، بیت کوین این نه هدف اولی بود که پول فرعی بسازن در برابر بانک های جهان و بانک ها رو نابود کنن. بانک ها که از این زرنگ ترن، که بانک ها اقتدار جهانی هن، تو میتونی با اونا مبارزه کنی؟ اونا آمدن دست به کار شدن، خودشون بیت کوین رو به دست گرفتن. انواع بیت کوین الان هست. بعد ملت ایران هم باز دوباره خرج شده یک بخش، یا نه همه بیت کوین رو میخرم، بیت کوین، من بیت کوین دارم رفته بالا، مثل شرکت های موازی است که 40 سال پیش ترتیبتون رو دادن، مثل صندوق ها. باید ندوین بگین پول ما رو بده، مثل صندوق های قرض الحسنه ندوین تظاهرات کن بگین پول ما رو بده، مثل قرض الحسنه هست ندوین بگین آقا پول ما رو بده. میرعلی کجا رفتی؟ صاحب نال ائمه بیا پول این رو. حالا با بیتکوین خالیتون میکنن. مملکتی که باید اتم میداشت آقا، انرژی اتمی یعنی برق از اون میگرفت. آقا 35 سال پیش یکی از معاونین رئیس جمهور فرانسه، جنرال هانری پاریس، که الان دیگه رفت، پریوزایشون از جهان رفت، دوست نازنین بنده، من باش مصاحبه کردم، مصاحبه هم هست، 35 سال پیش گفت آقا ایران نه تنها انرژی اتمی باید داشته باشه، بمب اتم هم داشته باشه. من اما تعجب کردم، گفتم جنرال، اسمش بود جنرال هانری پاریس، گفتم جنرال چطور؟ بمب اتم؟ گفت بله، به خاطری که همسایه ایران داره، پاکستان داره، اون داره، اینا فرض امکان داره ایران رو نابود کنن، ایران حقشه که بمب اتم داشته باشه. 35 سال پیش اینو گفت، در کتاب گفتگوهایی با تاریخ به زبان پارسی من اینو چاپ کردم، برید بخونید. 35 سال پیش کاری کردم که آقا الان برای انرژی اتمی هم نمیتونه. چرا؟ چون اینوش ابله ضد ایران، اینا ضد ایرانن، اینایی که در ایران تازیان حاکم، این جنای کوچولوش مونده، این جنا رو از بین ببرید مردم. نیروهای اپوزیسیون، نیروهای اپوزیسیون عزیز، تغییر بدین در درون تشکیلات خودتون. ببینین قوی ترین اپوزیسیونی که وجود داره، من بهشون توصیه میکنم، این قوی ترین نیروی اپوزیسیونی که الان وجود داره که میتونه کاری بکنه، توصیه میکنم، آقای مهدی ابریشمچی. پاسخوری تشکیلات رو باید به عهده بگیری. همسر شما سالها بوده رئیس جمهور، هیچ کار سازنده‌ای رو نکرده، پیشروی نکرده، پیشروی نگرفتن سرنگونی نظام عمل نشده. شما باید خودت بیای مغزی تشکیلات. وقتی هم میای بایستی نه شاه نه خمینی نداریم، نه خمینی نه تازیان. پادشاهان ایران رو باید براشون احترام قائل باشید، پادشاهان ایران باید احترام قائل باشید، پادشاهان ایران جز خدمت نکردن، این شعار رو دوز کنید. ایران با تمدن هزاران ساله رو بایستی ارج بنهید، یه تحول ایدئولوژیک اینجوری باید وجود بیارید. اسلام رو برای همیشه از سیاست، از دلاتون نه، از ایمانتون و قلبتون تو خونتون نه، از سیاست باید بذارید کنار. یه تحول بزرگ، وحدت کلی، هر کسی سهم خودش داشته باشه نسبت به درصدی که داره. الان اکثریت ایران سپاسگزار محمد رضا شاه و رضا شاه هستن. حالا پسر ایشون گفته من نیستم، ولی اندیشه و تفکر شاهی در ایران نمارده که میشه این رژیمی در این مقطع انداخت. اگه از این مقطع بگذره، من امیدوارم 30 خرداد مهدی ابریشمچی بیاد پاشو بذاره تو میدون و یک تحول بزرگ به وجود بیاره، یک تحول بزرگ، وگرنه اینا میرن برای سالیان سال میمیرن. من 40 سال پیش رو به شما عرض کردم، میگفتید فردا میرن، ببیشه آقای مهدی هم بیشه میشی عزیز من، 40 سال پیش عرض کردم.
که اینا میمونن اگر اینجور بریم. الان هم با این جوانسازی که دارن میکنن و نیمه تنی رژیمشون رو داغون کردن، اگر نخوره یه بوکس بهشون، اگر نرید رادیو تلویزیون رو بگیرید، اگر نرید یه کاری که رو بکنید، اینا ماندگارن میمونن، تعارف رو در واسی هم نداریم. از جنرال هانری پاریس براتون گفتم. جنرال هانری پاریس دوست ایران بود، ایران رو خیلی دوست داشت، خیلی ایران رو دوست داشت. اسم خانمش، نه اینکه اسم خانمش آریان بود، درود دارم به خانمش، خودش یه جنرال تحصیل کرده بود که خدمات بزرگی هم به فرانسه کرد، خیلی خدمات بزرگی کرد. از جمله مهدی جان، به مهدی ابریشم چی میخوام بگم، وقتی که بچه ها رو میخواستن در اشرف بکشن 4000 نفر رو، اینا قبلا نشون دادم دیگه بهتون نشون نمیدم، تو من با کمک جنرال هانری پاریس که بعد بچه های شما اومده بودن اونجا و دیدن، اومدن از من تشکر کردن، فکر کردن من فرانسوی هستم. اومدن اونجا و کاری کردیم که 4000 تا که اینا میخواستن بکشن در کمپ اشرف، همون موقعی که صدام رو کشتن، ما جلوگیری کردیم در یک جلسه. جلسه دوم رو تشکیل دادیم که اینا رو از اونجا خارج کنیم. تو جلسه دومی که تشکیل دادیم، دکتر صالح رجوی و هوشنگ رجوی هم تشریف داشتن. سرمیز با هم نشسته بودیم با جنرال هانری پاریس و معاون رئیس جمهور فرانسه و وزارت کشور و فلان اینا. من گفتم که از اول گفتم اینها چون پناهنده سیاسی هستن، چون مخالف نظام جمهوری اسلامی هستن، شما نباید بزنید اینا رو بکشن. پیشگیری کردیم ما. و بعد با ارتباطاتی که در داخل کشور داشتیم توسط انسان‌های بانفوذ که قبلا گفتم اینجا دیگه مطرحش نمی‌کنم، با اینکه برادر خود مهدی ابریشمچی در اونجا کشته شده بود، من گفتم این برادر ایشونو کشته، اینا جمهوری اسلامی میکشه، کار بسیار بدی کرده و این کینه رو چه کرده عمدن یکی بعد برادری که رهبر رو میزنن، چون وقتی مبارزه مسلحانه 30 خرداد 60 شروع شد به خانه آقای مهدی ابریشمچی حمله کردن، به خانه ایشون حمله کردن، پدر مادرش اینا رو، و بعد مبارزه مسلحانه شروع شد. خدا خوشا برادر یارو میدون هدف معلوم بود، هدف من زده بودن، جای تاسف بود، بقیه هم همونطور، ولی به هر حال هماهنگی شد که اینا رو نکشن و خب خوشبختانه خارج شدن از اونجا. حالا بعد سالها، البته سالها طول کشید، ولی جنرال هانری پاریس این خدمت بزرگ رو کرد، اونی جلسه رو گذاشت. یعنی من از جنرال هانری پاریس خواستم، خواهش کردم، چون من خودم عضو هیئت مرکزی اون کلوبی هستم که جنرال رئیسش بود، من خودم عضو هیئت امنام سالیان سال بودم و هستم، و مثل جایی که جایزه دادیم به استاد گلپاودیگر، من خودم چون عضو کادر مرکزی هیئت امنا هستم، وقتی که هر چی رو خواستم تونستیم عملی کردیم. حالا من پروانه میخوام از شما که پریشب من به یاد جنرال هانری پاریس رفیقم که دست دادم، مرد بزرگی بود، نویسندم بود، تاریخدان بود، یک 4 خط به فرانسوی براش شعر گفتم، اینو میخوام برای شما بخونم امروز. جوان امی، لا فرانس اوه ان سولدا، من یه دوستی داشتم و فرانسه یه سرباز. جوان جنرال، لو موند اومانیسم سوسیالیسم هیستوار لا پلوم ای لا پانسه et la conscience avait un militant infatigable. و جهان، چه جهانی؟ جهان انسانیت، جهان برابری، جهان تاریخ، جهان قلم، جهان اندیشه، جهان آگاهی، یک مبارز خستگی ناپذیر داشت. Toujours présent dans le champ des batailles intellectuelles jusqu'à son dernier souffle. همیشه در میدانهای نبرد اندیشه و دموکراسی حاضر بود و تا آخرین نفس نیز حاضر بود. میبینید روزهای آخر عمرش در بیمارستان رفتم دیدنش، داشت آخرین کتابش رو می‌نوشت. Nous avons beaucoup appris de vous pendant toutes ces années. Et je vois que vous êtes en train d'écrire.
un autre livre. C'est quoi, mon général, votre dernier livre? Un roman qui prend comme arrière-scène l'expédition du Mexique, la guerre de 70-71 et la Commune. Excellent. Combien de pages? Je ne sais pas encore parce que je suis en train de l'écrire. Il est parti. Henri Paris. Adieu, mon ami. Adieu, mon général. Il y a mardi, سال هاست 40 سال بدون ریا، بدون خود نشون دادن برای مملکت داره خدمت میکنه. ای هم از پیامبران خیرده، بدون که خود چه نشون بده، بدون که خودش لانسه بکنه، هدفش روشنگری. یک مدیر خیلی خوب، یک دبیر کل خیلی خوب، مهندس شجره، رفیق عزیز من، با افتخار تو هر برنامه اسمشو میارم و با افتخار ازش سپاسگزاری میکنم به خاطر تحولی که در اندیشه عنصر ایرانی به وجود آورده تا این سال. میبوسمش، مهندس امیر شجره رو، برای خودش، خانوادهش، فرزندان افتخار آفرینش، تندرستی آرزو میکنم و برای همه شما عزیزانم، مردم ایران، آزادی، رفاه، آگاهی و سربلندی. پیروزی نزدیک است. نیمو زدن، نیم دیگر تو بزن عزیزم. قربونت. سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشگی پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبان‌های پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. عقد آریایی که همان پیوند خویشاوندی به سبک آریایی طی 30 سالی که از این ابتکار زیبا و تاریخی و پر افتخار می‌گذرد، صدها هزار ایرانی و غیر ایرانی از این شیفه سرافرازانه استفاده کرده و می‌کنند و شخص استاد سیاوش اوستا با سفر به هر گوشه جهان و با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای چون شهبانو فرح پهلوی، افتخار ایران آریایی، شاپور غلامرضا پهلوی و پرنسس منیژه و یا پادشاه موناکو پرنس آلبرت و نیز آقای روجر مور، هنرپیشه مشهور جهانی، صدها عقد آریایی انجام داده است.